پگاه بنی هاشمی فوقدان از لس آنجلس همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم بنی هاشمی. چطور اصلا ممکنه که بودجه کشور به یک سازمانی تعلق بگیره و هیچ شفاف سازی هم در مورد اون وجود نداشته باشه و در لیست سایر هزینه ها قرار بگیره؟ اجازه بدین همین ابتدای صحبت این رو مطرح بکنیم که بودجه گشت ارشاد در سال گذشته 1000 میلیارد تومان بوده. یعنی تصور کنید چند تا صفر جلوی این عدد وجود داره و از طرفی میدونیم که این روزها بحث داغ شدن گران شدن دلار و از طرفی مسئله مایحتاج مردم مثل گوشت که شده نزدیک به 500,000 تومان. بنابراین اگر یه نگاه همین ابتدای صحبت داشته باشیم به روند وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و از طرفی بودجه‌ای برای یک ارگانی که غیر از اینکه یه نفر در اون کشته شد و هزاران نفر به خاطر اون اعتراض کردن و دستگیر شدن و ایران وارد یک بحران شده و برای 43-44 ساله که مردم دارن تلاش میکنن در این رابطه مبارزه بکنن، میتونیم پی ببریم که احتمالاً چرا این بار سپاه خواسته که این مسئله برملا نشه. برای اینکه من فکر میکنم با وضعیت که الان ما در ایران داریم، با مسئله‌ای که به هر حال حجاب به یکی از خواست‌ها و اولویت‌های کل مردم در اومده، نه فقط زنان، به نظر من زنان و مردان در کنار هم اعتراض کردن به این موضوع، بنابراین میتونیم پی ببریم که چرا اونها اول از همه میخوان پنهانکاری کنن. مسئله دوم این که بر اساس مسائل قانونی و حقوقی تمام ارگان‌های دولتی غیر دولتی، تمام کسانی که زیر مجموعه بودجه سالیانه میان، موظف هستند که بودجه شفاف داشته باشند و اینکه در این سند عنوان شده که 1000 میلیارد تومان و بلکه بیشتر احتمالاً بیاد تحت عنوان سایر هزینه ها بخواد جایگذاری بشه، واقعا این جای تعجب داره و به نظر میرسه اینکه حتی این مسئله میتونه یک امر فراقانونی و غیرقانونی باشه، بخواد اینکه در تمام کشورهایی که دموکراسی برقراره تمام ارگان ها موظف هستن که مسئله ردیف بودجهشون رو شفاف سازی کنن. حتی خانواده سلطنتی، حتی کشورهایی که پادشاهی هستن هم موظف هستن که بودجه به اصطلاح سرانه کشور رو هم شفاف سازی کنن. خانم بنی هاشمی، همزمان مطلب جالب این هستش که در بخش از این نامه اومده بودجه نهادهایی که مورد اعتراض و انتقاد مردم هستن مخفی بمونه، چون حساسیت‌زا هستن و این در واقع خودشون هم نشون میده که خودشون هم برخلاف تبلیغاتشون به روشنی از نارضایتی مردم در مورد این مسئله و این سازمان ها با خبرن. قطعا همینطوره. مگه میشه بعد از گذشت از بیش از 5 ماه که از اعتراضات میگذره، 20,000 نفر در بازداشت هستن، 4 نفر تا الان اعدام شدن و 100 و خورده‌ای با احکام اعدام روبرو هستن، یعنی کشور در یک بحران واقعی به سر میبره. از طرف دیگه شما مسئله، همچون که در بخش اول صحبت هم اشاره کردم، مسئله وضعیت معیشتی و نزدیک شدن به عید و اینکه حالا اینا چگونه این بار میخوان در واقع دوباره دستمزد کارمندان و کارگران و اینها ایدی ها رو بپردازن، اینا همش جای سوال داره. و این که نوشته سایر نهادها، به خاطر اینکه به طور مثال عرض کنم که آقای هاشمی گلپایگانی که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده، همین چند ماه پیش اعلام کرده که تونسته موفق شده که بودجه 1180 میلیارد ریال برای این نهاد بگیره. یعنی ببینید، فقط هم مسئله گشت ارشاد نیست، نهادهای این چنینی بسیار هستن که هر کدام ردیف بودجه های کلانی دارن و از طرفی مردم، اصلا اینا مفید فایده مردم نه تنها نیستن، بلکه در این بحران در واقع زخم نمکیست بر زخم مردم ایران.